وارد اتاق که شدم اول خانم شریفی را دیدم که روی تختش بخ کرده نشسته سیگار میکشید و رویشم به طرف پنجره های بسته بود. بعد چشمم افتاد به تخت مرتب پرمین خانم که یک جور غیر عادی رویش صاف و صوف بود. قاب عکس بالای تختشم به دیوار نبود. رفتم تو که بپرسم پرمین خانم کجا رفته؟ پیرزن سرخ و سفید تخت آن طرفی این دنده به آن دنده شد و پشتش را کرد به من. دهان باز نکرده بودم هنوز که خانم شریفی بلند گفت: خودش را کشت. انگار آب یخی خالی کرده باشند روی سرم. یک و تمام تنم لرزید. کیف دوربین از روی شانم ول شد. از پیرزن سرخ و سفید که از بس همیشه خواب بود نشده بود اسمش را بپرسم، صدایی در آمد ما بین ناله و صرفه. دویدم توی راه رو و تا برسم به اتاق خانم دکتر انگار 100 سال طول کشید. امیر گفته بود اینجا مثل این آسایشگاه‌هایی نیست که توی فیلم ها میبینی ها. یک اتاق سفیدی و پرده های توری و گل و بلبل و پیرزن های خندان و خوشحال. اینجا 3-4 تا پیرزن از همه جا مانده و رانده توی یک اتاق نشستند و صبح تا شب دارند حسرت‌ها و غم و غصه هایشان را خالی می‌کنند روی هم. نروی در و داغم برگردی، حال بدیت را بیاوری برای من. گفتم کاوه گلستانم اگر یکی مثل تو کنار دستش بود لابد هیچ کدام از اون پروژه های شاهکارش به انجام نمی‌رسید. و فکر کردم آخرین باری که حال بدی هایم را برده بودم برای امیر کی بوده. گفت به خانم دکتر زنگ میزنم هماهنگ کنم برایت. نروی 24 ساعت خیمه بزنی آنجا. معذوریت هایشان را در نظر بگیر. آسایشگاه های اینجوری قوانین خودشان را دارند. کاوه گلستان را هم نمیشناسند. خانم دکتر گفت 3 روز پیش خودکشی کرده. گفت توی این سن و سال به ندرت چنین چیزی، چنین تصمیمی اتفاق می افتد. گفت مدتی همه قرص های طول شبانه روزش را جمع کرده بوده، بعد یک شب همه را از مسکن و قرص قند و چربی تا آرام بخش های قوی شبانه اش را یک جا خورده. صبح که خانم شریفی سیگارش را روشن می کند می بیند خلاف همیشه فریاد اعتراض پرمین خانم بلند نشد. سیگارش را که می کشد می رود بالای سرش. می بیند انگار 1000 سال است که خوابیده. خانم شریفی نمی ساختند به هم، دائم مرافعه داشتند. بار اول که داشتم ازشان عکاسی می کردم خانم شریفی به طعنه گفت از این خانم عکس بگیر، ایشان ستاره صحنه ها بودند. ما که عکس گرفتن نداریم، کنیز مطبخی سیاه سوخته. و غشغش خندید. بعد به پیرزن سرخ و سفید گفت اگر این ستاره صحنه است من هم لابد ماه بالای جقه همایونیم قل خوردم افتادم تو این زباله‌دانی. بعد رفت و سیگاری روشن کرد. پرمین خانم هنرپیشه تئاتر بود در سالهای رونق تئاتر در لاله‌زار. منتها به قول خودش حسرت رول یک نمایش رو بازی کردن مان به دلش تا همیشه. هنرپیشه رول‌های 3 و 4 بوده اما خودش رو درجه 1 و شایسته نقش اول می‌دانست و همین کفر خانم شریفی رو در می‌آورد. وقتی هم که از نقشهایش در سینما می گفت کنار آقای فردین اصرار داشت اینجوری صدایش کند، یا خانم ایرن یا آقای ملک مطیعی، که دیگر انگار خانم شریفی را با بنزینی چیزی آتش زده باشند.
آشکارا بالبال میزد و هر جور میتوانست مسخرهش میکرد. پروین خانم هم بلد بود. خون سرد و با تومنینه چشم توی چشم من میگذاشت و تعریف میکرد. انگار نه انگار یکی دارد از حسودی جان به جان آفرین تسلیم میکند. خانم دکتر در کمد کوچکی که رویش نوشته بود پروین دخت خسروی را باز کرد. از تویش خرت و پرت های پروین خانم را بیرون آورد. خواهش کردم اجازه بدهد نگاهی به آلبوم عکس کهنه پاره توی کمد بیندازم. گفت اگر بخواهم میتوانم برش دارم. پروین خانم کسی را ندارد که اینها را تحویلش بدهند. چیز زیادی هم نبود. جز آن آلبوم قاب عکس روی دیوار را هم برداشتم. توی آن قاب پروین خانم زیبا و جوان آراسته پسر بچه خندان فکل کرواتی را بغل کرده بود که کسی نمی دانست پسرش است یا کی. با کسی در این مورد حرفی نزده بود. امیر قاب و آلبوم عکس را که دید خندید و گفت حالا عکاسی که باش، وارث عکس های مرده های مرموز که نیستی. اینها را کی گفت برداری؟ گفتم خانم دکتر. توی آلبوم جز عکس های آتلیه‌ای مرسوم آن وقتها پر بود از عکس های پروین خانم کنار ستاره های سینما، سیاسیون مشهور و حتی ورزشکاران صاحب نام آن سالها. فکر کردم چرا پروین خانم هیچ وقت از این عکس ها برای اثبات مدعایش استفاده نکرد؟ عکس سیاه سفیدی را که تویش پروین خانم با یک پیراهن مشکی بلند در جمعی کنار فردین ایستاده بود و میخندید برداشتم گذاشتم توی کیفم. گفتم یادم باشد این بار که میروم آسایشگاه نشان خانم شریفی بدهم. به مانیتور کوچک دوربینم نگاه کردم. توی آخرین عکس های آسایشگاه پروین خانم با روسری قهوه‌ای گلدار و موهای سفید، عینک کاچویی گرد، ژاکت آبی و دمپایی سفید آسایشگاه جا به جا گاهی در پیش زمینه و گاهی در پس زمینه دیده می شد. با چشمهایی که فروغ حیات از آن رفته بود. آخریش را که تویش نیمچه لبخندی داشت برداشتم که چاپش کنم. امیر گفت آدمی که نماد حسرت و اندوه باشد عکسش چه چاپ کردن دارد؟ توی دلم گفتم شاید تو ندانی، من ندانم، یا بدانیم و بروی خودمان نیاوریم، اما راستش این است که آدم ها هر کدامشان یک جوری نماد حسرت و اندوهند در این روزگار. نمی شود که عکس هیچ کس را چاپ نکنم. می شود؟ آقای صدیق گفتم 13x18 سیاه و سفید قطع همان قاب چوبیه بالای تختش. نوشته شبنم مقدمی. هنوز عکس فردین به دیوارشه، خراباتی خوندن هنوز کارشه، یه عالم ترانه تو سینش داره، قدمهاشو تو لاله‌زار میشماره، دلش از تئاترای بسته پره، چشاش از نگاه‌های خسته پره، هنوز فکر چهارشنبه بردنه، یه عمره که باختاشو رج میزنه. سر کوچه ملی یه مرده یه مرد که 30 سال پیش ساعتش یخ زده، نمیدونه دنیا چه رنگی شده، نمیدونه کی رفته کی اومده. سر کوچه ملی یه مرده یه مرد توی پالتوی کهنه عهد بوق داره آبرو رو نگاه میکنه که رد میشن از کوچه های شلوغ.